در بخش اول برنامه از شما خواستیم تا در مورد راه حل بحران تعیین سرنوشت قریه‌های مورد منازعه در امتداد خط دیورند بین پاکستان و افغانستان نظریات خود را با ما در فیسبوک های صدای آمریکا شریک سازید. همکارم جیلان ناصری تبصره‌هایتان را مرور کرده و اکنون در استودیو با ما هستند. جیلان جان سلام، دوستان چه نظریات تازه‌ای داشتند؟ سیاد جان سلام خدمت شما و بیننده عزیز، بخصوص دوستان که اکنون برنامه را به طور زنده از فیسبوک تماشا میکنین. از اینکه شما زیاد بیننده ما برنامه را به طور زنده تماشا میکنین، نظرات بیشمار دوستان در ارتباط با گزارش خبری دریافت کردیم. از جمله در میان برخی از دوستان به طور مشخص در مورد موضوعی که شما پرسیدین نظرات مختلف را داشتن. از جمله عبدالمنیر فضلی نوشته که تنها راه حل منازعه خط دیورند میان دو کشور است که دولت افغانستان در نشست سران کشورهای منطقه حضور یابد و با کمک آنها از این مشکل رهایی یابد. و بنده دیگه به نام لیاقت خسروی نوشته که مرز دیورند میان دو کشور مشخص است و هیچ گونه منازعه رسمی وجود ندارد، باید با مراجعه به معاهدات تاریخی و اسناد تاریخی رجوع گردد. و آقای فرهاد برنا نوشته که تا زمانی که مشکل دیورند حل نگردد، هر دو کشور نمیتونن روابطشان را بهبود بخشند. افغانستان باید خط دیورند را به رسمیت بشناسد تا پاکستان بهانه برای مداخله در امور افغانستان نداشته باشد. با سپاس از نظرات سر دوستان که در صفحه فیسبوک ما شریک ساختین، با امید از اینکه فردا باز هم بیننده نشر برنامه زنده ما در فیسبوک باشد. سیاه جان،